مردم کازرون روز پنجشنبه پس از عقب نشینی رژیم از طرح جدایی قسمت‌های از کازرون همچنان به تظاهرات خود از جمله در میدان شهدای این شهر رو در روی گله‌های ماموران و خودروهای ضد شورش نیروی سرکوبگر انتظامی ادامه دادند. مردم دلیر کازرون که زنان شجاع حضور چشمگیری در میان آنان داشتند با شعارهای کوبنده خود به رژیم شعار دادند که دیگر فکر اجرای طرح ضد مردمی خود را نکند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت با صدور اطلاعیه‌ای درباره خیزش مردم کازرون و استمرار اعتراضات اقشار مختلف مردم نوشت: خیزش هزاران تن از مردم به پاخواسته کازرون، به ویژه جوانان دلیر، در روز پنجشنبه 30 فروردین برای پنجمین روز ادامه یافت. این تظاهرات در حالی برگزار شد که شورای قلابی شهر و خطیب نمایش جمعه و رسانه‌های حکومتی هر گونه تجمع تا تعیین تکلیف طرح تفکیک شهرستان کازرون را غیرقانونی اعلام کرده بودند. معترضان که در میدان شهدا تجمع کرده بودند شعار می‌دادند: نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم. قسم به خون شهدا، هر روز میدان شهدا. ما انقلاب کردیم، ذلت نمی‌پذیریم. دشمن ما همینجاست، همش میگن آمریکاست. ما زن و مرد جنگیم، با تجزیه می‌جنگیم. تظاهر کنندگان که زنان شجاع در آن نقش چشمگیری داشتند، اتحاد و همبستگی را ضرورت ایستادگی در مقابل توطئه‌های رژیم و جلوگیری از سرکوب اعتراضات خواندند. به دنبال تظاهرات شجاعانه مردم کازرون، روز چهارشنبه 29 فروردین برخی کارگزاران محلی رژیم اعلام کردند که طرح تقسیم کازرون متوقف شده است. مردم به وعده‌های آنها اعتنایی نکردند و خواستار پاسخگویی استاندار شدند. ادامه اعتصاب در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی و دستگیری‌های شماری از معترضان. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران. در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 29 و 30 فروردین اعتصاب بازجاریان و کسبه در شهرهای مناطق مرزی استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی در ابعادی گسترده‌تر از روزهای قبل ادامه یافت و علاوه بر شهرهای جوانرود، بانه، مریوان و سقز، بازاریان شهرهای سردشت، مهاباد، بوکان و پیرانشهر نیز به اعتصابیون پیوستند. خامنه‌ای برای پایان دادن به این اعتصاب روز چهارشنبه 29 فروردین
پاسدار سعید جلیلی نماینده خود در شورای عالی امنیت رژیم را به بانه فرستاد، اما مردم نه تنها به وعده‌های پوشالی او اعتنایی نکردند، بلکه با اعتراض‌های خود و ادامه اعتصاب به او پاسخ دادند. یک جوان بانه‌ای خطاب به جلیلی گفت: حالاً پشیش ماره کولبر کشی شده تو مرزم. این آقا میگه آقا دستمو در نکنه، نیروی زمین زحمت خودشو کشیده، نیروی زمین درسته از کمر به پایین حق تیر داره تو مرزم، تا ما هم قانون اصل زیم میتونیم به اندازه خودمون از قانون حرف بزنیم، ولی تو جا موقعیت نداریم. میاد هر دمی دهن تو باز میکنه، یکی میاد گوش تو میگیره آقا ساکت باش، ولی اگه جاش برسه خیلی از قانون بهتر است. سرانمون از مدیرامون از فرماندارمون قانون رو بلدیم. بذار رو باهاتون هر بزنم آقا جلیلی. ما 4 روز اعتصاب کردیم، 4 روز اعتصاب کردیم، فرمانده نیومده بگه آقا چیکار میکنین، نمی میکنین، درد دل تو چیه؟ میان نیروی زده شورش واسمون میذاره. یا آقا یه به اسم اطلاعات یه اماکن یا آقا یه چند نفر آقا به اسم اماکن اطلاعات میاره داخل مردم، دیره هوایی شلیک میکنن، جامونه مردم رو جو میدن، تحریک میکنن که بخوان چند نفر رو بگیرن و مردم رو باش بترسونن. دیگه مردم از این ها ترسی ندارن، هراسی ندارن، جیب خالی باشه همه من واسه خانواده‌ام همه کار میکنم. خدا شاید از یه سرباز بگی تا آخرین درجه رو با به خاطر زن و بچه‌ام میکشم اگه بخواد پای نونو پوچو. در مریوان اعتصاب بازاریان و کسبه به تمام نقاط اصلی و حساس شهر همچون چهارراه اصلی، خیابان جمهوری، چهارراه شبرنگ و کلیه پاساژهای سطح شهر و بازار سرپوشیده گسترش یافت. نیروهای گارد ضد شورش به تجمع مردم در میدان بیسارانی حمله کردند و آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند. در پیرانشهر نیز مزدوران سفره‌های خالی پهن شده در خیابان را جمع‌آوری و پاره کردند. نیروهای سرکوبگر در حملات خود به معترضان در شهرهای سقز، بانه و مریوان دست کم 12 تن را به اتهام تشویق مردم برای برگزاری اعتصاب عمومی بازداشت کردند. رسول خضیر نماینده مجلس ارتجاع اعتراف کرد که بستن معابر کولبری باعث بیکاری بیش از 75,000 کولبر زحمتکش شده. بیش از 6-7 میلیون تن از کسبه و اصناف و بازاری ها هم بیکار شدند. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران روز سه‌شنبه با ستودن اعتصاب بازاریان و کسبه شهرهای مرزی عموم جوانان را به شرکت و حمایت از این اعتراضات فراخواند و خواستار آزادی سریع بازداشت شدگان شد. سی فروردین 97 اعتصاب دامدار مردم شریف جوان رود. دامدار شدن اعتصاب سیه فروردین 97 جوان رود. قارتشدگان مؤسسه ملل روز پنجشنبه در اعتراض به چپاول اموالشان توسط مؤسسه‌های پوششی رژیم در برابر دفتر این مؤسسه واقع در 30 متری اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند. جمعی از کسبه بازارچه آنزان در شهرستان ایزه که 2 هفته قبل تمام داراییشان در آتش سوخت، طی یک حرکت اعتراضی با در دست داشتن پلاکاردهای خواستار تأمین اموال از دست رفتهشان توسط دولت شدند.
روز چهارشنبه در تهران یک جوان معترض با یک میله آهنی به خودروی عضو مجلس ارتجاع از سبزوار که مقابل مجلس ارتجاع پارک شده بود حمله کرد و شیشه های خودرو را خورد کرد. در شهر سبزوار روز چهارشنبه گروهی از جوانان غیور به دنبال مشاهده هتاکی یک آخوند به بانوی هموطنی وی را به شدت گوشمالی دادند. روز چهارشنبه مردم مرزنشین در ماکو و بازرگان همزمان با حضور استاندار رژیم و مدیر عامل منطقه آزاد دست به اعتراض زدند و علیه طرح‌ها و قوانین ضد مردمی و بالا بردن عوارض خروج از مرزها توسط دولت آخوند روحانی اعتراض کردند. کارگران شهرداری دارخوبین در استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه حقوق خود دست از کار کشیده و مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند.